تأكید رئیس اجرای حکومت وحدت ملی به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه پارلمانی. در اوج نگرانی ها در مورد برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی، عبدالله رئیس اجرای حکومت با تأکید به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه میگوید نتایج انتخابات گذشته هنوز بسیار سنگین در جامعه حس می شود و در انتخابات آینده باید حق مردم داده شود و انتخابات پیشرو آری از تقلب برگزار شود. در کنار این، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در کنار دشمنان مردم، مخربان و زورمندان در داخل نظام نیز در تلاش هستند تا روند انتخابات را برهم بزنند. در برنامه کنونی خط کابل بحث میکنیم که چقدر زمینه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه مساعد است و چقدر اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات آری از تقلب در رهبری حکومت وحدت ملی وجود دارد. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان امام محمد وریماچ، رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، و سید نقیب‌الله هاشمی، عضو شورای ولایتی کابل اینجا با من حضور دارند. قابل یادآوری است که با سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات هم بارها تماس گرفتیم، اما اونها در از اشتراک در این بحث ابا ورزیدن. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای وریماچ، چقدر زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب وجود ساخته شده با توجه به کارکرد چند ماهی کمیسیون مستقل انتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به مهمان گرامی، به تمام بیننده های برنامه خط کابل. عرض شود که اول ما تقدیر میکنیم از نیت نیکی که جناب دکتر سیف عبدالله گفتند که باید از انتخابات پیشروی آری از تقلب و شفاف تدبیر شود و ما تقدیر میکنیم و همچنان امید ما و همچنان تقاضای ما همیست که تمام سیاسیون ما روی رسانه در نزد رسانه ها یا در نزد مردم از نیت نیک و خوب خود به خاطر تدبیر انتخابات آزاد شفاف و عادلانه توأم با همکاری با کمیسیون ابراز نظر بکنن و وی مثبتگویی و مثبت اندیشی بالاخره ما را کمک میکنه به طرف مثبت بریم. و موضوع دیگری که یادآور شدن که گویا انتخابات قبلی سنگین بود و چنین تابالی مانده، چه بهتر بود که حکومت وحدت ملی در این مدت زمان سوالاتی که از قبل مانده بود اینا را همیشه مشترکاً بر مردم پاسخ میدادن و افکار همه امروز بهتر و آماده تر به خاطر اشتراک در انتخابات می بود. خیلی خوب بود که متاسفانه با مو رقمی که شاید بایدش می شد صورت نگری، ولی در آخر ما می بینیم که کمیسیون تلاشای خود کرده و جریان داره، ولی ما این تقدیر میکنیم که مثبت اندیشی ما را کمک میکنه که به طرف گام های مثبت بریم. در مورد از اینکه کمیسیون چقدر آمادگی داره، در این شکی نیست که از بود تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات با تغییر در قانون انتخابات و همچنان تغییر در طرز عمل ها و همچنان تغییر در بعض پالیسی ها و همچنان ارزیابی مراکز 100% مراکز رایدهی در افغانستان به شکل گسترده با تکنولوژی، از طرف دیگه ترتیب لیست رایدهندگان واجد و هر رایدهنده را به یک از مراکز رایدهی، کمیسیون هم یک مقدار کارای خود در ارس انجام داده متفاوت از انتخابات قبلی و کوشش همی را داره که انتخابات آینده هم شفافتر و درستتر تدبیر شود. یعنی زمینه مساعد است تا جای را به زمینه مساعد است طرف کمیسیون، از بود تکنیکیش البته یک مقدار مساعد است، ولی بحث دیگری که بر ما بسیار نگران کننده هست وارد شدن کاندید صاحبا و یا سیاسیون به رقابت انتخابات به معنای یک رقابت ورزشی یا به یک رقابت و به یک حالت بسکشی میمانند. چطور یعنی؟ شما میبینید که خیلی ها کوشش کردن که در از تذکیره ها سوء استفاده بکنن، از استیکر ها سوء استفاده بکنن و همچنان رقابت های یک مقدار خیلی منفی را حتی تلاش به خاطر حذف کردن یا تلاش به خاطر کارهای دیگر ما شاهد بودیم. در بعض ولایت ها چنین کارهایی را صورت گرفتم. ما همیشه گفتیم که انتخابات یک روند ملی داره و شرکای انتخابات خود داره، هر شریک انتخابات در جای خود مسئولیت خاص خود داره. اگر اما فکر نمیکنید که کمیسیون مستقل انتخابات هم به یک نحوه در این بسکشی که شما میگید دخیل است؟ یا مثلا یک موتر از مواد انتخاباتی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با یکی اعضای دیگر در جریان بگذاره و همون طی مراحل رسمی و قانونی شه بکنه به شهر جلال آباد میفرسته، یا هم برای 8 میلیون یا 9 میلیون رای دهنده اینا میان 18 میلیون
استیکر چاپ میکنن. خب از بود تکنیک اگر ما ببینیم یک چیز به نام کانتینجنسی میگن یا اینکه یک چیز احتیاطاً معمولا این مواد بیشتر ورزول تولید بشه یا اینکه چاپ بشه. برای دو برابر باید به هر شخص تقریبا یک چیز یک دفعه اگر خدا نخواسته یک حمله صورت میگیره برای کمیسیون تمام مواد حساس آدم که در میگیره ما که شاهد بودیم در 2014 راکت پرانی شد و در کمیسیون اکثریت مواد که در گرفت اگر در اون حالت ما مواد کمکی یا اضافی را نمی داشتیم ممکن که ما در دور دوم انتخابات بخیش تدبیر کرده نمیتونیم. بنان اینا محاسبات تکنیکی است که از طرف تیم تکنیکی معمولا این کارا صورت میگیره و در مورد از اینکه چگونه مواد به جلال آباد فرستاده شده تا جایی که راپور بر ما رسیده کارتاور بوده که دفتر جلال آباد پیشنهاد میکنه به دفتر ساحوی که ما در این بخش ما یک مقدار استیکر و چیزای ضرورت داریم و او هم پیشنهاد میکنه برای کمیسیون کمیسیون هم روان میکنه و این دو است که روند توزیع تذکیره ها در سطح ولسوالی ها یا استیکر یا یعنی ادامه داشته باشد. انتخابات پیشوری اگر انتخابات شفاف باشه ما خوشبین باید از باشیم هم باید از خوشبین باشیم هم کار بکنیم و هم روند کمک بکنیم. اگر ما بدمید باشیم و سوی قصد داشته باشیم حتما روند با مشکل مواجه میشیم. آقای هاشمی چقدر بجا است خوشبینی آقای وریماج مبنی بر این که انتخابات پیشرو شفاف برگزار خواهد شد با توجه به نگرانی های کلانی که فراراه برگزاری این انتخابات وجود دارد؟ به نام خدا سلام عرض خدمت شما خدمت مهمان عزیز برنامه بینندگان محترم تلویزیون. مردم شریف و نجیب افغانستان شک نیست که ابتدا تاریخ فکر میکنم که تعریف کنیم بعد از او امیدوار هستم که ما مطمئن باشیم که انتخابات شفاف عادلانه آزاد داشته باشیم. اگر نداشته باشیم امین انتخابات که گذشت و نتیجهش که افغانستان امروز صدها قربانی میتسته میره نتیجه انتخابات بود که برنده و بازنده نداشت. مثلا تاریخ واقعات زمان گذشته عبرت برای آل برنامه برنده. انتخابات دیگه گذشت این بر ما مانده یک عبرت و پند است برنامه را برای آینده داشته باشیم. امیدوار هستیم که مسئولین این دور انتخابات یک برنامه اساسی بگیرن که واقعا او برنامه قبلی وره نباشه پر از تقلب تخلف جعل تزویر نباشه یک انتخاباتی که واقعا عقبق دار برسه انتخاباتی که واقعا برنده و بازنده داشته باشه. حالا تو اینجا کار را که کمیسیون مستقل انتخابات پیش رفته دیدگاه شما چی است؟ واقعا حق بقدار خواهد رسید؟ بیاین ای اگر آل ما قضاوت میکنیم فکر کنم جفا خوابد بعدا تاریخ ثابت میشه فعلا نه انوز مردم تسکل استیکرزه میشه که دیروز روز سوالی هم خلاص شد مکمل بعد از این در انتخاب کسایی که کاندیدا هستند اونا رو ببینن که چی رقم واقعا قضاوت عادلانه میشه آیا معیارات که سنجیدن به معیارات از اینا برابر اگر بود حذف کسانی که میشن واقعا به معیار برابر نباشه هست باید چون نیا نشن یا رقابت های ناسالمه که در بین کاندیداست این سبب میشه که در بسکشی قرار بگیرن. یک بس دیگه بعد از او دو روزه که عملا انتخابات پروسی انتخابات شروع میشه آغاز میشه ببینیم ما تاریخ ثابت میکنن که واقعا شفاف میباشه عادلانه میباشه نمیباشه. اول یک است امی فعلا بسیار شواهد زیاد است که ایواز یک تذکره ده تذکره استفاده در قریه قصبات جای مختلف برمیگرده به کمیسیون مستقل انتخابات که آیا همین نفر ده تذکره گرفته این استعمال کرده میتونه یا نمیتونه. اگر استعمال کرد تو اینجا باز تاریخ قضاوت میشه که نه انتخابات شفاف عادلانه نبود. اگر نه که یک نفر رنگ میارن که حداقل او رنگ او دفعه دیگه وره میوردن رنگ هم جلاده که از این سایت زده بود برامده بود پس رنگ پاک میکنن میرفتن در جای دیگه رنگ. اما وقتی یک شخص میتونه 10 شناسنامه بگیره و در 10 سایت بره او را استیکر بزنه فکر نمیکنین که اون زمان هم خواهد تانست که استفاده بکنه از اون شناسنامه؟ مدار اعتبار تاریخ ثابت میسازه که در اون زمان آیا استفاده کرده میتونه از تقلب خود از جعل کرده یا نه. اگر در اونجا استفاده تانست پس بصراحت میگیم که یک انتخابات شفاف پاک عادلانه نبوده. یعنی شما نگران ازی هستین که انتخابات پیشروی اگر انتخابات شفاف نخواهد بود؟ هر طبعی وطن هر افغان نگران است ولو کاندید باشه نباشه چون سرنوشت ملت این میشه بیبی جایی است که خانه ملت از اونجا اونجا شخص باید بره که از قانون منافع اولیای کشور از دین معلومات داشته باشه حداقل بتونه دفاع کنه. اما در اونجا نگران زیاد ما هستیم خود چشم و امید کل ملت فقط به طرف کمیسیون مستقل انتخابات است. آیا یک نام نیک از خود باقی میگذارن یا ایست که دور گذشته وارد چیزی میشه
که امروز به اونا مردم در رسانه شما میبینیم که چی میگن. خیلی سپاسگزارم آقای وریم. بحث کلان دیگه ای است که رئیس اجرا در حرفهایش میگه که هنوز هم نتایج انتخابات گذشته در جامعه به شکل جدیش حس میشه. فکر میکنین به چه دلیل کمیسیون مستقل انتخابات نتونست که اعتماد از دست رفته کمیسیون را دوباره اعاده کنه؟ شما دیدین در روند ثبت نام که اون قسمی که باید مردم میرفت و اشتراک میکردن اشتراک نکردن؟ خب ببینین کمیسیون قدر فرصت نداشت. بعد از انتخابات گذشته 2014 انتخابات که سپری شد و شمارش 100% صورت گرفت و هر تیمی که هم تقلب کرده بود یا نکرده بود از هر دو طرف شماره شد و بالاخره موضوع رفت به 50-50، بالاخره حکومت وحدت ملی ایجاد شد و این حکومت وظیفه حکومت وحدت ملی بود که افکار عامه در روند انتخابات پیشروی و در مورد کمیسیون باید از دوباره که هنمتو که از دست هنمی گروپای بسیار قوی کمیسیون هم به حساب آسیب دید و روند انتخابات هم آسیب دید، بهتر بود که همین مشترکن که بالاخره شریکای قدرت دوباره روند انتخابات و کمیسیون در افکار ما باید ترمیم میکردن که متاسفانه نکردن. تغییرات بسیار نکردن. به چه دلیل؟ ما دیگه نمیفهم بسیار از این صورت نگیریم. اما شما کار کردین در کمیسیون مستقل انتخابات و شاید همین کمیسیون را بر رهبری حکومت وحدت ملی شریک ساخته باشین. خب در اون وقتا حتما شریک ساخته شده بود، این موضوعات گفته شده بود، اما اصلاحات انتخاباتی یک پروسه بسیار وقتگیر و زمانگیر بود و تغییرات و تحولاتی که در داخل کمیسیون آمد و تیم قبلی دیگه زمینه ازیر مساعد برشون مساعد نشد که دوباره بین هم حساب کتاب با ملت بدن در مورد انتخابات، اونا به تحت هر چی که بود بالاخره کنار رفتن و خیلی وقت در کمیسیون کسایی نبودن و تا که تیم جدید که آمد اینا دیگه فرصت نداشتن که دوباره برن مطالعه بکنن در گذشته چه کار شده و دوباره بیاین و برای ملت مراجعه بکنن با یک مقدار با چالشایی که به حساب مالی بود و بالاخره همین موضوع ماند. چی بهتر بود؟ بهتر کار همی بود که حکومت وحدت ملی یک ابتکار عمل به دوش می گرفت و بنان خب هر چی گذشته را صلوات آینده را احتیاط، فعلا ما شما هستیم در کنار هم و حکومت وحدت ملی را ساختیم و با جمع احزاب سیاسی و جامعه مدنی مرتبط به انتخابات اینا سر یک سلسله موضوعات را کار میکردن. ابتکار عمل یک کسی به دوش می گرفت و در اونجا با در ضمن ایجاد اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی در مورد ایجاد یا ترمیم افکار عامه در نزد مردم هم باید از اینا برنامه‌ای رو روی دست می‌گرفتن، مردم وادار و می‌کردن که اینا دیدگاه مثبت در روند انتخابات باید از پیدا می‌کردن. ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. ادامه برنامه آقای هاشمی، بحث نگران کننده دیگری است، بس توزیع بیروی شناسنامه های کاغذی است. از همون ابتدا که شروع شد انتقاد های گسترده را با خود داشت. حالا اگر در همین اطراف کابل هم ببینیم کسانی هستند که بیشتر از 100,000 شناسنامه هم توزیع کردند. ما در بحث های گذشته روی این مورد بحث داشتیم. شما هم از کسانی هستین که از شهر کابل خودتان را نامزد کردین به انتخابات ولسی جرگه. چقدر شما نگران این مسئله هستین و چقدر شما نگران از این هستین که مبادا همین توزیع باعث از این خواهد شد که انتخابات پیشرو انتخابات باشه که با تقلب؟ بله شک نیست، نگران ما و جمع کسان دیگه که در کابل هستن نگران هستن. یا کاندید باشه یا غیر کاندید، غیر کاندید توقعش تام و توقعی از اونا امیز که یک شخص دلخواهش که اعتماد و باور کامل با او داره باید اون نقطه برسن. پس نگران هستن، اما نگرانی را چی میتونه مرفع کنه؟ یک چیزی که حداقل اگر تذکری کاغذی زیاد توزیع شده، هر کس 4-5-10 تذکره گرفته، امیدوار هستم که در روزی که رای داده میشه در اون روز 28 میزان حداقل جلو گرفته شد کسی یک مرکز در جای دوم گرفته نشه. درست ثبت نام در مراکز رایدهی، هر کس در اون نقطه که ثبت نام کردن در اونجا باید رای بدن. چطور میتونه جلوگیری بکنه وقتی فقط یک شخص چند موضوع میتونه ده شناسنامه را به نام خودش میسازه و استیکر هم میزنه؟ خب چند موضوع میتونه که جلوگیری از این کار شه. یک نقطه رنگی که انگشت رنگ میشه، امیدوار هستم رنگ باشه که رنگ پاک نشه، پس به هیچ وجه در جای دوم در محل دوم نمیتونه اون رنگ بده. اگر رنگ باشه که حداقل زود تاثیراتش از بین نره تا دیگر از بین نره، پاک نشه، صفا نشه، اون میتونه. نقطه دومی در مراکزی که ثبت نام شده هر کس دمجه یک امونجا رای داده میتونه، در جای دیگه نمیتونه چون ثبت شده، میتونه از تقلب و تخلف جلوگیری کنن. نقطه سومی یک چیزی که ما را میتونه باورمند باشه که کمیسیون مستقل انتخابات زیر تاثیر حکومت مافیا زورمندان نرن،
میتونه از تقلب جلوگیری کنن، یک انتخابات شفاف عادلانه به مردم میتونه باشه. ولو اگر خدای ناخواسته زیر تاثیر رفتن، او مافیاگر باشه یا زورمندان باشه، شما شاهد باشین که تنها در اون نقطه مراکز ریدی نه، شاید در نقطه مرکزی، در نقطه دوتابیز، در شمارش آراد، در تمامش تخلف صورت گیره. اما اگر جرأتمندانه کار کنن، واقعا یک تاریخ نیک خوب برای خود بانن، انشاءالله که توانمندی را دارن و از این جرأتمندانه میتونن. آقای وریمات، شما از کسان هستین که هنوز هم بحث انتخابات را تعقیب میکنین. کمیسیون مستقل انتخابات گفته که 8,200,000 تن خودشان را ثبت نام کردن برای اشتراک در انتخابات پیشرو. چقدر از دیدگاه شما حقیقی است این آمار با توجه به اشتراک کمرنگ مردم در سایت های انتخابات؟ خب ببینین که درست از ما تعقیب میکنیم و شما مو اخبار برای شما میرسن. کمیسیون من حیث نهاد درجه اول و مسئولیت داره که تمام دسترسی بر معلومات داره، بر اسناد داره، بلست داره. وقتی که اونا اعلان میکنن، ما نمیشه بگیم که بگیم کمیسیون والا راست نمیگه، چون این نیست. چرا؟ ما خودمو در ساحه نرفتیم، خودمو کدام تحقیق نکردیم، کدام ریسرچ نداشتیم، کدام همه پرسی ارزیابی همه جانبه را نداشتیم. ما امروز بخوایم بگیم کمیسیون نه این گپا درست نمیگه، چون این نیست، چون نیست. اگر ما کدام مربوط به کدام حزب سیاسی می بودیم یا اپوزیسیون می بودیم یا کدام کاندید می بودیم که به خاطر وارد کردن فشار برای کمیسیون، من میگم کمیسیون در این مورد آمار بلند نشان میده، شاید 2 میلیون است. اما در وضعیتی که در وضعیتی که تا یک مدت زیاد را بیشتر از 1,000 مرکز ثبت نام در ولایات بسته بود بنابر مشکلات امنیتی، شما برین در غزنی ببینین هنوز هیچ کس ثبت نام نکردم، این بنا وضعیت را در فاریاب ببینین و وقتی که اشتراک کمرنگ مردم حتی در کابل، چطور ممکن است یک تعداد مردم زیاد برن ثبت نام بکنن؟ درست از فرض امسا اگر مگرش آدم میتونه چی داری که شما گفتین، آدم میتونه یک مقدار سرش فکر بکنه، اما کمیسیون من حیث نهاد مسئول وقتی که یک آمار اعلان میکنه و دیگه کسی فرض مثال نمیتونه بدون داشتن یک سند، بدون یک تحقیق، بدون یک ارزیابی، بدون یک پیگیری و بعد بگه که چون این گپی است. بنابراین من در این حالت من از تقریبا اصولا هم باید از ما گپ کمیسیون تایید بکنیم. وقتی اگر قرار باشه که ما بگیم که کدام شک شبهه موجود داره، باید از ما بریم تحقیق بکنیم. خیلی سپاسگزارم آقای هاشمی. امنیت هم یکی از موارد است که باید وقتی ما میخوایم انتخابات سراسری و شفاف برگزار بکنیم، باید امنیت تامین باشه. وضعیت امنیتی رو شما در کشور میبینید که به کدام سو در حرکت است؟ با گذشت هر روز دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه. با این وجود چطور میشه ما خوشبین به این باشیم که انتخابات پیشرو انتخابات شفاف خواهد بود؟ خب بخش تقسیمات میشه. بخش تامین امنیت مراکز رایدهی میگرده به نیروهای امنیتی. بخش شفاف بودن و عادلانه بودن و آزاد بودن میگرده به کمیسیون مستقل انتخابات. لایحه وظایف هر کدام جداست. امیدوار هستم که تامین امنیت واقعا کرده بتونن، اما به نظر ما ضعیف به نظر میرسه. چرا؟ در 25 سال وقتی که مراکز ثبت نام رایدهی آغاز شد، 33 مرکز ثبت نام به علت نامنی مستود باز نشده، 38 ولسوالی مواد برش نرسید از عدم تامین امنیت. اگر در تامین امنیت قسمی که حال پیش میرن، با صراحت برتون میگم که شاید بس جای مشکلات رو ما داشته باشیم، نتونن مردم برن به طرف صندوق ها، اما اگر تلاش کنن، جدیت به خرج بدن، مسئولیت ایمانی و وطنی خود ادا بتن، باز میشه که تامین امنیت کرده بتونن. مردم ای وجه دیگه اساسی و مهم اول امیست که از عدم تامین امنیت سخت مردم رنج میبرن، بلخواسته به روز انتخابات که به طرف انتخابات مردم میرن. اونجا انتخابات دور بعدی گذشت، انگشت مردم قطع شد، سر مردم بریده شد، در مسیر را میره مانعشان میشه. امیدوار هستم که نیروهای امنیتی از این لحظه تصمیم باید بگیرن به خاطر او روزی که 28 میزان است، تا در فضای امن مردم بتونن آرای خود. چقدر ممکن است حالا وقتی نیروهای امنیتی بیان تصمیم بگیرن؟ شما وضعیت را ببینین، حتی در موارد خود حکومت هم به یک نحو اقدامات را میکنه که وضعیت امنیتی بدتر میشه. مثلا نمونهش فاریاب، اگر به سیستم فعلی که پیش میرن، فاریاب و ولایت‌های دوردست بگذار، شاید در ولسوالی کابل بسیار برایشان مشکلات را خلق کنن که نتونن مردم رای بدن. ولسوالی کابل چندین ولسوالی، یعنی میگین تا حالا توجه جدی ندارن نهاد نه امنیتی. اصلا توجه اگر دارن نتونستن تامین امنیت کنن. این که مشکل اراده ندارن یا تصمیم قاطعی ندارن یا برنامه و پلان ندارن، این شخص جداست. امیدوار هستم که بخش اساسی انتخابات برمیگرده به تامین امنیت، که تامین امنیت کنند تا مردم در فضای امن و آرام
برن آرای خود. سپاسگزارم آقای وری، ما چرا توجه جدی نمیشه به بحث تامین امنیت انتخابات؟ ببینید، امنیت یکی از چالش‌های بسیار بزرگ افغانستان است و آرزوی هر افغان هم است که ما در یک کشور امنیت داشته باشیم. امنیت منحیث شاهرگ و حساب منحیث ستون فقرات کشور بسیار مهم است. اگر ما امنیت داشته باشیم، تطبیق قانون، انکشاف اقتصاد، تمام بخش‌ها رو ما میتونیم که پیش ببریم. وقتی که امنیت نباشه، تمام موارد زندگی ما و شما تحت تهدید و با چالش مواجه است. و در مورد انتخابات هم همون یک چیز، اگر ما بتوانیم در روند انتخابات امنیت درست تامین بکنیم، اشتراک مردم، اشتراک فرض مثال علاقمندی مردم و تمام بخش آمار، حتی در کیفیت و در کمیت انتخابات، در شفافیت انتخابات خیلی ما را کمک میکنه که بالا برود. اگر ما امنیت درست نداشته باشیم، همین تمام چورا و غیره چونین و چنان تمام حرفا در جای خود باقی میمونه. بنابراین یک موضوع دیگه درست است، دولت تلاش میکنه ولی سهم مردم بسیار زیاد است، مخصوصا در بخش انتخابات، چون که سرنوشت شورای ولسوالی را تعیین میکنن، شورای ملی را تعیین میکنن، بزرگان قومی، مردمای با نفوذ باید از دنهمی شرایط، اگر دیگه بخش از دولت خوش نیستن یا ناراض هستن، همکاری نمیکنن در بخش تامین امنیت، مخصوصا در بخش انتخابات، اینا باید از تامین امنیت کنن. اما فکر نمیکنین که منافعشون دایی است که امنیت نباشه؟ اونها بسیار خوب میتونن تقلب بکنن. دنهمی جد به می خاطر میگم که امنیت باشه، اونجا انتخابات میشه، اونجا که انتخابات ممنون. شد، افراد و اشخاصشان که اینا علاقمند هستن که به شورای ولسوالی روان شدن، به پارلمان روان کنن، اینا میتونن اشتراک بکنن و اینا رای پیدا بکنن. در غیر از این که نباشه، ممکن که در منطقه چه بخی انتخابات نشه. خیلی سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما. همچنان تا بعد، خدا نگهدار.